خانم اعتماد سلام، ممنون از اینکه امروز همراه با ژورنال ایرانی کانادا هستید تا راجع به بحث وصیت نامه و ارث صحبت بکنیم. یک نگرانی و دغدغه‌ای در بین اعضای جامعه همیشه وجود داره که اگر در کانادا فردی وصیت نامه نداشته باشه و به رحمت خدا بره، اموال اون و دارایی‌های اون فرد توسط دولت تصرف میشه. آیا این مسئله درست هست یا نه؟ با سلام، مرسی از اینکه منو دعوت کردین. این یه تصور غلطه توی هم کامیونیتی ما، هم در کل کانادا بین مردم هم رواج داره، ولی اگر کسی وصیت نامه نداشته باشه در کانادا، دولت تمام مال و اموال رو تصرف نمی کنه. دولت همیشه اون قسمتی که به نام مالیات بر ارثه که اسمش تو کانادا State Administration Taxه، اون سهم خودشو بر می داره و یه لایحه‌ای وجود داره به نام Succession Law Reform Act که احاطه داره بر انجام و اجرایی شدن وصیت نامه. بر طبق Succession Law Reform Act اگر کسی وصیت نامه نداشته باشه، ارثش به افراد ذینفع که طبقه بندی داره، اول نگاه میکنن مزدوج یا نیست. اگر مزدوج باشه، اموالش به همسرش یا به بچه هاش بر طبق اون سناریویی که وجود داره میرسه، و اگرم مجرد باشه به پدر مادرش، خواهر برادرش. یه جدول طبقه بندی شده است، سلسله مراتبش میاد، یعنی هر کی وجود داشته باشه یا وجود داشته باشه که بهش ارث میرسه، وجود نداشته باشه میره نفر بعدی. مسئله دیگه هم که شما بهش اشاره کردید مالیات بر ارث هستش. میزان اون مالیات چقدر است؟ میزان مالیات بر ارث باز توسط Succession Law Reform Act تنظیم میشه. این اکت ممکنه تغییر بکنه بر اساس زمان، ولی در حال حاضر مالیات بر ارث برای $50,000 اول ارث exempt، یعنی مثلا اگه یکی فقط $50,000 asset داشته باشه، هیچ مالیاتی بهش تعلق نمیگیره. بعد از اون $50,000 هر $1,000 $15، یعنی برای مثلا یک ارث $1,000,000 $14,250 مالیات بر ارث. یک مسئله که مطرح کردید مسئله اون پرایوریتی هست که اموال به خانواده و به آشنایان اون فرد میرسه. اگر فردی در کانادا خانواده‌ای نداشته باشه و فقط دوستانش باشن، مثل خیلی از افرادی که حالا تنها مهاجرت کردند، در اون شرایط دولت اموال رو به کی میده؟ ببینید، یه چیزی که شاید همه باید توجه داشته باشن، وقتی یکی فوت، وقتی یه فردی فوت میکنه، دولت نمیاد دنبال مالش یا دنبال کارهایی که باید انجام بشه بیفته. معمولا زنگای خطر خودشون روشن میشن، چون اون فرد خونه داره، مورگج داره، مورگج عقب میفته، بالاخره اوناست که زنگای خطر باعث میشه که آدم ها یه کاری انجام بدن یا دولت یا بانک وارد عمل بشه وقتی آدم فوت میکنه. یعنی این قضیه اوتوماتیک نیست، فرد فوت میکنه، کارا انجام نمیشه، بعد ارگانهای مختلف متوجه فوتش میشن و خب عواقب خواهد داشت. حالا کسی که خانواده‌ای در کانادا نداره و فوت میکنه، باید خانوادهش تو ایران یا بالاخره دوستش تو کانادا شروع کنن دنبال این کار باشن، و بعد خب به وکیل مراجعه میکنن. هن اون وکیل یه اپلیکیشن میذاره وقتی بدون وصیت نامه باشه، ما داریم در شرایط بدون وصیت نامه صحبت میکنیم، یه اپلیکیشن میذاره، میگه این فرد بدون وصیت نامه مرده، این خانوادهشه،
این لاین ساکسشنشه، یعنی پرایوریتی پدر مادر، بعد با پدر مادر باید صحبت کنه، ازشون یه سری داکیومنت ها بگیره، بالاخره بین اون خانواده‌ای که قراره بر اساس لایحه بهشون ارث برسه باید توافق وجود داشته باشه و این اپلیکیشن میره جلو و در نهایت اگر همه چیش خوب پیش بره و همه در توافق باشن، یه نفر منصوب میشه به عنوان اگزیکیوتر یا ستیت تراستی که منصوب میشه که کارا رو ردخ و فتح کنه. این اپلیکیشن پرهزینه‌ایه، مخصوصا وقتی که افراد خانواده با هم دیگه توافق نداشته باشن هن که کیو منصوب کنن، کی در جایگاه بهتری. اپلیکیشن پرخرجی، معمولا حتی اگرم خیلی خوب پیش بره در حال حاضر بین مثلا 4,000 to $7,000 هزینه داره برای استیت، برای ارث خرج داره، چون اول خانواده باید این هزینه رو پرداخت کنن که اصلا کنترل ارث رو به دست بگیرن. به همین دلیله که، و باز برمیگردیم به مسئله مهم بودن وصیت نامه نوشتن، چرا؟ چون ما میخواییم جلوی این اپلیکیشن و جلوی این دردسرهایی که برای وراثت ممکنه وجود داشته باشه رو بگیریم. وصیت نامه هزینه ناچیزی داره تو هر جای دنیا، هر کسی هم بنویسه به نسبت اون اپلیکیشنی که باید گذاشته بشه هزینهش واقعا شاید یک دهم. سوال بعدی من این هست که پس چه وقتی لازمه یک فرد وصیت نامه بنویسه و این وصیت نامه که می نویسه چقدر طول عمر داره؟ آیا مثلا اگر یک فردی در جوانی وصیت نامه بنویسه تا همیشه ولید هست یا وصیت نامه عمر مفید داره؟ خب این باز یه جنبه فلسفی داره، یه جنبه حقوقی داره. از نظرم من فکر کنم ما وکیلا هیچ وقت ما نمیتونیم بگیم در این زمان حتما وصیت نامه بنویس، در این زمان ننویس، چون این بستگی داره که آدم چی فکر میکنه به چجوری راجب مرگ فکر میکنه، آرزوهاش چیه، چقدر آرزوهاش دیتیل و اسپسیفیکه که میخواد حتما جامعه عمل بهش بپوشونه یا نه. ولی معمولا نیاز 100% وصیت نامه زمانی هویدا میشه که آدما ملک دارن یا فرزند دارن، فرزند صغیر، فرزند زیر 18 سال دارن. اون موقع همه نیاز مبرم به وصیت نامه دارن. حالا به این دلیله که خب وقتی آدم ملک داره میزان پولی که درگیره و میخواد حالا یه آرزوهایی براش داره یا میخواد به وراثش برسه خب بالاتره. حالا ملک که میگم فقط زمین نیست، مثلا ممکنه یکی استاک داشته باشه، یکی پول زیادی تو بانک داشته باشه. anyway وقتی asset زیاد میشه خب آره وصیت نامه دیگه برای مهرستر میشه. وقتی بچه صغیر وجود داره، حالا چرا بچه صغیر؟ برای اینکه خدای نکرده اگر پدر مادر هر دو با هم فوت کنن حتما به قیم نیاز هست، چون اون آدمایی که ازش مراقبت میکنن پس از فوت پدر مادر فقط تا 90 روز میتونن ازش مراقبت کنن. بعد یه ارگانیه به نام Public Guardian and Trustee که وارد عمل میتونه بشه، مثل بهزیستی ایرانه که حداقل اینو در دست بگیره که خب کی قیمه این بچه باشه. بازم میگم اینجوری نیستش که دولت یا Public Guardian and Trustee یا ارگانهای مختلف بیان و دنبال این قضیه باشن. این سوتهای خطر برای بچه خودش به صدا در میاد، مثلا بخوان مدرسهش رو عوض کنن، بخوان یه تصمیم پزشکی براش بگیرن، اونجاست که نیاز به قیم خیلی مهمه. و بعد نیاز به قیم مشخص،
چون تمام کاری که وصیت نامه میکنه اینه که دعاوی حقوقی یا بحث رو بین بازمانده ها کم میکنه و آرزوهای فرد رو تثبیت میکنه. معمول بحث حالا رسیدگی به انحصار وراثت در کانادا چقدر هست؟ اگر فردی وصیت نامه داشته باشه، اگر وصیت نامه نداشته باشه. اگه وصیت نامه داشته باشه معمولا up to one year. از بستگی داره که شروع کنن ها. ولی اگر همون روزی که فرد فوت کرد شروع کنن به انحصار وراثت، تخمین بزنن ارث، چون ارث باید اول تخمین زده بشه، مالیات بر ارثش داده بشه، بعد دادگاه سرتیفیکیت آف اپوینتمنت آف استیت تراستی رو به حالا اون فرد منصوب شده بده که بعد بگه خب شما اتورایزی، شما اختیار داری که بری مال و اموال رو جمع آوری کنی بفروشی و بعد تقسیم کنی. سوال بعدی که دارم این هست که آیا فردی میتونه در وصیت نامش عضوی از خانوادش رو یا از آشنایانش رو منع از ارث بکنه یا نه؟ توی کانادا افراد مجرد آزادی ارث مطلق دارن، یعنی به هیچ کس لازم نیست ارثی بدن، هیچ اجباری وجود نداره که به هیچ کس ارث بدن. میتونن تمام ارثشون رو به چریتی بدن، میتونن بگن همه این ارث رو کش کن بریز تو رودخونه. حتی در این حد آزادی ارث داره. تنها استثنای ارث توی کانادا همسره، همسریه که مزدوج هستن با هم تا زمان مرگ. و این از یه فلسفه، از یه پرینسیپل حقوقی میاد، چون وقتی آدم مزدوجن ما از زمان ازدواج تا زمان طلاق در واقع مال فردی ندارن، در واقع همه چی توی یک کاسه وجود داره، نصفش حالا معمولا وقتی ازدواج طولانی تره خب نصفش، ولی اگه ازدواج کوتاه تر باشه بالاخره این مال و اموال قاطیه. واسه همین آدما اجازه ارث دادن چیزی که ندارن و ندارن، یعنی تلقی میشه که شما این کاسه ای که داری مال خودت نیست، با یه نفر دیگه پارتنری، با یه نفر دیگه شیر داری میکنی، درنچه نمیتونی تمام این کاسه رو بدی به یه فرد دیگه. و این استثنای همسره، یعنی در واقع وقتی که یه فرد متعهد فوت میکنه، حتی اگه وصیت نامه هم داشته باشه، همسر بازمانده تو 6 ماه اولی که همسرش رو از دست میده حق انتخاب داره که زیر وصیت نامه ارث ببره یا زیر فامیلی لا اکت که قانون خانواده کاناداست ارث ببره. اگه وصیت نامه بهش کمتر از فامیلی لا اکت بده، حق داره که زیر فامیلی لا اکت اپلای کنه، نصفه خودشو برداره، بعد بقیه بر اساس اون آرزوهای همسرش زیر ارث تقسیم بشه. خب یک مسئله که وجود داره و اتفاقا شاید در بین خانواده های مهاجر و تازه مهاجر مطرح باشه، دارایی هایی که یک فرد یا یک خانواده در کشور دیگه ای دارن. خیلی از خانواده های مهاجر اموال و دارایی های زیادی هنوز در ایران مثلا دارن. آیا فرد با وصیت نامه ای که در کانادا بنویسد میتونه برای اون دارایی ها هم تعیین تکلیف بکنه یا نیازمند وصیت نامه جدایی هست؟ ببینید وصیت نامه ای که حداقل من مینویسم یا اکثر همکاران مینویسن، هن برای ملک ها و برای آرزوها توی کاناداست. و این به دو دلیله. به خاطر اینکه نشدنی نیست که وصیت نامه کانادا رو نشه مثلا ببری انگلیس اجرایی بکنی برای اموال انگلیس،
ولی اصلا توصیه نمیشه که این کارو بکنی، به خاطر اینکه واسه چی انگلیس رو مثلا زدن؟ چون این قانون انگلیس خب خیلی شبیه قانون کاناداست، ولی حتی اونم توصیه نمیشه. چرا؟ برای اینکه اول باید وصیت‌نامه کانادا بره در دادگاه اون مملکت به رسمیت شناخته بشه، بعد اجرایی بشه، و باز این پروسه بسیار پرهزینه و دردسرسازیه تا اینکه آدما هر جای دنیا که ملک دارن تو اون کشور وصیت‌نامه بنویسن. فقط تنها چیزی که باید مواظب باشن اینه که این وصیت‌نامه‌ها با هم در تداخل نباشه، یعنی وصیت‌نامه کانادا یه چیزی رو نگه راجع به همه اموال ورلد واید یونیورسال، بعد وصیت‌نامه ایران مثلا بگه نه همه چی مثلا به خیریه برسه. اگر فردی امروز سال در سال 2021 وصیت‌نامه ای نوشت، هر چند وقتی بار باید اون رو ریوایز بکنه یا دوباره چکش بکنه، بازنویسش بکنه؟ آیا نیازی هست به این امر یا نه؟ باز برمیگردیم به داستان آرزوهای فرد. وصیت‌نامه با مثلا کسی که یه وصیت‌نامه داره دوباره وصیت‌نامه می نویسه، با تاریخ وصیت‌نامه ای که ولیده مشخص میشه. یعنی همیشه اگر فردی یه وصیت‌نامه داشته باشه و وصیت‌نامه بعدی رو بنویسه، وصیت‌نامه قبلی ملغا میشه. اصلا خط اول هر وصیت‌نامه اینه که من همه وصیت‌نامه های قبلی رو ملغا میکنم. ولی اینکه چقدر هر چند وقت به چند وقت آدم و وصیت‌نامه‌شون رو عوض کنن، بستگی و به آرزوهاشون و شرایط زندگیشون داره. یه استثناء وجود داره که آدم ها با ازدواج و طلاق در هر صورت وصیت‌نامه‌ای که نوشتن ملغاست، چون وقتی آدم ازدواج میکنه، باز برمیگردیم به اون بحثی که انجام دادیم که آدم ها مال فردی با ازدواج و طلاق، با ازدواج مال فردیشون رو از دست میدن تو واژه، تو مفهوم، با طلاق مال فردیشون رو به دست میارن. در نتیجه شاید رول آف تامب این باشه که با ازدواج و طلاق حتما باید وصیت‌نامه دوباره نوشته بشه، و با هر تغییر آرزو یا تغییر شرایط مثلا تعداد بچه، یا البته وصیت‌نامه میتونه طوری تنظیم بشه که تعمیم پیدا کنه به هر چند تا بچه زمانی که نوشته. شاید در نگاه ما وصیت‌نامه گاهن نوشتن یک کاغذ در خونه باشه بدون نگاه هیچ، حضور هیچ وکیل یا شاهدی. تفاوت این دو نوع وصیت‌نامه چیست؟ یعنی وصیت‌نامه‌ای که خود فرد بنویسه و وصیت‌نامه‌ای که توسط یک وکیل تنظیم شده باشه. تفاوت این دو وصیت‌نامه چیست و چرا باید از تجربه و حرفه یک وکیل استفاده کرد؟ ببینیم، وصیت‌نامه مطالب توش خب خیلی مهمه، ولی مهمتر از مطالب داخلش دکوریه که وصیت‌نامه نوشته میشه و دلایلیه که ممکنه این وصیت‌نامه چالش بشه توسط وراس. حالا دکورش چی داره؟ یعنی نیازهای یک وصیت‌نامه چیه؟ فرد هوش و حواس کامل داشته باشه، یعنی بهش میگن کپاسیتی داشته باشه فرد. حالا این فرد باید کپاسیتی یک انسان چجوری مشخص میشه؟ یا باید دکتر سرتیفیکیت داشته باشه، دکتر نوت بده که فرد کپاسیتی داره در اون زمانی که وصیت‌نامه رو امضا میکنه، یا باید توسط وکیل کپاسیتیش تثبیت بشه، وکیل یا پرالیگال، هر کسی که میتونه وصیت‌نامه رو بنویسه، یعنی اجازه نوشتن وصیت‌نامه داره. آدمایی که تو خونه، یعنی با دست وصیت‌نامه می‌نویسن،
این مشکل رو همیشه خواهند داشت که هیچ کس نمیتونه اگر ویلشون ولی اگر وصیت نامه‌شون به مشکل برخورد نمیتونه، یعنی به مشکل برخورد یعنی کسی اومد و گفتش که این وصیت نامه واقعی نیست، یکی اومد چالش کرد این وصیت نامه رو، بعد هیچ آدمی وجود نداره که بیا شهادت بده بگه نه این فرد هوش و حواس داشته، من دیدم ازش مطمئن بودم که آلزایمر نداشته، دیمنشیا نداشته، تو کما نبوده، اندو اینفلوئنس نداشته، مثلا اجباری جبر و زیر جبر و زور این وصیت نامه رو ننوشته و و و و و در چه هیچ آدمی وجود نداره که اینو تثبیت کنه. یک دوم این که ممکنه اونایی که خودشون وصیت نامه می نویسن دقت نکنن که بعد دوتا شاهد داشته باشن، هن دوتا شاهد نباید هیچ کدوم از شاهدا اسمشون زینف باشن تو وصیت نامه، دکور خودشو داره، این دکور باید رعایت بشه و این دکور به اندازه اون مطالب داخل وصیت نامه مهمه، چون بعد با مثلا 7-8 صفحه کاغذ باطله تفاوتی ممکنه نداشته باشه.